بریم سری سراغ بازارهای جهانی و جناب آقای حسین شیبانی، عضو محترم هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، و ببینیم جریان چین و امریکا و این هنگ کنگ که جدیداً در اومده و 2 خرداد حزب کمونیست چین یه تصویبیه برده که دیگه میخواد، حالا یه جورایی خیلی تلویحاً گفته که هنگ کنگ دیگه زمینه ماست و از اون ور امریکا صداش در اومده و گفته آقای مرکز مالی دنیاست، مگه تو میتونی اینو برداری زمینه کشور خودت بکنی؟ و چین رو تهدید کرده به تحریم و چین هم یه هشدار داده که آقا داره یه جنگ سرد دیگه ای شروع میشه، خودت سر شوخی رو باز کردی. کلا میگم یه اتفاق عجیب و غریبی داره تو اقتصاد میفته، ولی علی‌ایال هم بیلت سعودی، هم سنگ آهن سعودی، هم نفت سعودی بوده و طلا هم تقریبا اونس جهانی طلا هم رو 1000 حدودا 730 فعلا جا خوش کرده. خب سلام و صبح بخیر عرض میکنم جناب آقای شیبانی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ما قبلتر هم راجع به اقتصاد کلان ایران با شما صحبت کردیم و اطلاعات خیلی خوبی اونجا در اختیار ما قرار دادید، بینندگان ما هم بازخورد خیلی خوبی از صحبت‌های شما داشتن. خب این دنیای 2020 بالاخره ادامش به کجا میانجامه؟ عاقبت بخیر میشه بازارهای جهانی یا اینکه نه ما یک بالایی رو داشتیم و بعد منتظر یک نزول پرقدرت باشیم؟ در خدمت شما هستم. سلام عرض ادب دارم. خوشحالم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب تهانی و همکاران محترمتون و مخاطبین برنامه‌تون. خب سال 2020 واقعا سال عجیبی بود در اقتصاد جهانی. اگر که ما برگردیم به اسنپ‌شات همین موقع در سال 2019 و سیاست‌های بانک‌های مرکزی رو بخوایم در نظر بگیریم، بانک‌های مرکزی در نظر داشتن که احتمالاً اقتصاد با حل و فصل یک سری از مشکلات در مسیر رشد قرار میگیره و حتی سیاست‌های افزایش نرخ بهره باید در دستور کار قرار بگیره. داریم میبینیم وقتی وارد سال 2020 شدیم، عملا همه این سیاست هایی که روی کاغذ نوشته شده بود از مدار خارج شده و قرار سیاست های جدید اعمال بشه، سیاست هایی که خیلی ها رو سورپرایز کرد در سال 2020. اگر که ما بخوایم بگیم در سال 2020 چه افرادی یا چه گروهی موفق بودن در بازارهای مالی، افرادی بودن که علارغم دانش تکنیکال و دانش فاندامنتال تحلیل های بین بازاری رو بلد بودن و توی این شرایط بزرگترین دانشی که به یک معامله گر یا به یک سرمایه گذار در بازارهای مالی کمک میکنه اطلاعات از تحلیل‌های بین بازاریه. خب بازارهای جهانی در قالب 4 بازار بزرگ تقسیم بندی میشن: بازار مواد اولیه، بازار سهام، بازار جفت ارزها و بازار پول یا مانی مارکت، که شما بهتر از من میدونید لیدر این بازارها بازار مانی مارکته و ما افق اقتصاد رو و شرایط دنیا رو از منحنی های بازدهی اوراق قرضه داریم بررسی میکنیم. ما توی ماه فوریه با پدیده ییلد کرو دایورجنس یا وارونگی بازدهی اوراق قرضه روبرو بودیم، یعنی اوراق قرضه کوتاه مدت سررسیدشون، اوراق قرضه با سررسید کوتاه مدت، بازدهیشون از اوراق قرضه با سررسید بلند مدت پیشی گرفته بود و این یک وارونگی رو در منحنی اوراق قرضه به وجود آورده بود. خب از همونجا میشد انتظار داشت که بازار داره یه چیزایی رو میبینه. توی بازارهای مالی یک قانونی هست که اینکه روی کاغذ چی میشه مهم نیست، اینکه خرد جمعی در بازار فکر میکنه چه اتفاقی میفته مهمه. و نشانه های بحران رو میشد از فوریه دید و فوریه ماهی بود که چین رفت در سیاست قرنطینه و لاکداون. حالا اتفاقی که اینجا افتاده، تا اینجای کار ما داریم میبینیم بانک های مرکزی خیلی با شدت زیاد نرخ های بهره رو کاهش دادن. مثلا فدرال ریزرو آمریکا که متولی سیاست‌های پولی در اقتصاد آمریکا است، مثل بانک مرکزی خودمونه یک همچین نهادیه، می‌بینیم نرخ بهره رو با شدت از 2.5% به بازه 0 تا 25% داره می‌رسونه و عملاً بانک‌های مرکزی هر چی فشنگ داشتن رو توی خشاب گذاشتن و شلیک کردن و همه این اتفاقات نتونسته بازار رو تکون بده. یعنی ما اون ریزش‌ها و اون بحرانی که داشتیم در ماهای فوریه و مارچ میدیدیم، کماکان داریم توی ماه اپریل و می میبینیم. هفته گذشته برای اولین بار بازدهی اوراق کوتاه مدت، اوراق دولتی، اوراق خزانه داری دولتی بریتانیا به بازدهی منفی رسید. ما تا الان این قضیه رو توی کشورهایی مثل ژاپن داشتیم، مثل کشوری مثل سوئیس داشتیم و الان بریتانیا هم داره به این جرگه وارد میشه. درست نرخ بهره در کشور انگلستان یا حوزه بریتانیا الان 0.1%، ولی باید این رو در نظر بگیریم وقتی که نرخ بازدهی اوراق قرضه وارد عدد منفی میشه، یعنی احتمالاً بانک مرکزی بریتانیا برخلاف صحبت‌های آقای بیلی رئیس بانک مرکزیشون به سمت اعداد منفی حرکت میکنه.
حالا شما در نظر بگیرید که این قطاری که راه افتاده و این اتفاقاتی که داره پیش میاد در اقتصاد جهانی، مثل کشور نیوزلند که یکی از کشورهایی که هدف ری اکسپورتش چینه، یعنی شما وقتی میخواین اقتصاد چین رو تحلیل بکنی، بعد اقتصاد استرالیا رو هم تحلیل بکنی، بعد اقتصاد نیوزلند رو هم تحلیل بکنی، وقتی این کشورها دارن حرف از نرخ بهره منفی میزنن، بریتانیا حرف از نرخ بهره منفی میزنه، آمریکا، نمیگم مواضع رسمی فدرال رزرو، حرف از نرخ بهره منفی زدن، ولی خیلی از رؤسای نواحی دارن صحبت از نرخ‌های بهره منفی میکنن. یعنی بحران کووید 19 بحران خیلی جدیه و این بحران با توجه به اتفاقاتی که در حوزه عرضه به وجود آورد، یعنی خیلی از شرکت‌ها تعطیل شدن و شما میدونید توی دنیایی که همه چیز مکانیزه است، شاید تعطیلی سمت عرضه خیلی برای ما نگرانی به وجود نیاره چون میتونه ریکاور بشه، ولی از اون ور این تعطیلی عرضه چون با یک ویروسی هماهنگ شد که تقاضا رو از بین برد و عملا ما تحریکی در تقاضا نمیبینیم، از چه دلیل؟ از چه منظر؟ از این منظر که اگر گزارش PMI یا شاخص مدیران خرید برای ماه می، یعنی همین ماهی که الان توش روزهای آخرش رو سپری میکنیم، در حوزه یورو رو شما مطالعه بکنید، میگن ریزش قیمت‌ها یا کاهش قیمت‌ها از اکتبر 2009 هم سریع‌تره. یعنی بحران خیلی جدیه و داریم میبینیم که رکود تقاضا در سال 2020 شاید از رکود عرضه خیلی شدیدتر باشه. در مورد حزب کمونیست چین فرمودین، من چند تا نکته رو بگم. مواضع خیلی مواضع تندی شده و بهتره الان بپذیریم که بازی‌های سیاسی پشت این داستان هست. چین الان داره میگه که با توجه به همه فشارهایی که وارد شد، چین کشوری بود که انتهای سال 2020 با آمریکا فاز اول توافق جنگ تجاری رو امضا کرد و با خوشبینی به توافق فاز دوم در جنگ تجاری پا به سال 2020 گذاشت. الان اتفاقی که افتاده اینه که معاهده اول یا توافق اول جنگ تجاری از سمت طرف چینی اعلام شده به بازبینی نیاز داره، از سمت آمریکا هم عنوان شده که ما یه توافقی کردیم و نیاز به بازبینی نداره. یعنی یک کلاپسی از سر جنگ تجاری در این روابط شکل گرفته و داریم می‌بینیم اگه صحبت امروز رو گذاشتیم تغییر پارادایم های اقتصادی در سال 2020، یعنی تمامی الگوها، اینطوری خدمتتون عرض بکنم، حالا تمامی شاید خیلی واژه درستی نباشه، ولی بیشتر الگوهایی که در سال 2019 برای اقتصاد 2020 متصور شده بود، چه از سمت مؤسسات مالی بزرگ، چه از سمت بانک‌های مرکزی، چه از سمت هج فاندها، همه داره دونه به دونه رنگ عوض می‌کنه و ما در سال 2020 شاهد یک پوست‌اندازی سری در اقتصاد جهانی هستیم. این پوست‌اندازی طبیعیه زمانی که شما وارد یک رکود میشین و از یک جایی تولیدتون متوقف شده، زمانی که سیستم مجدد ریکاور بشه و سیستم مجدد شروع بکنه به تولید، اون مازاد ظرفیتی که تا الان در فرایند تولید شما بوده شروع میکنه به عرضه شدن و این مسئله میتونه یک شوک مثبت به وجود بیاره و ما داریم میبینیم که توی خیلی از کامودیتی ها همین اتفاق افتاده، یعنی یک سرکوب عرضه و سرکوب تقاضا رو در ماهای مثلا فوریه مشاهده میکردیم، الان اون سرکوب تا حدی تعدیل شده. بله. من نمیدونم صدای من رو بله بله من اینکه ساکت هستم به خاطر اینکه کامل دارم صحبت‌های شما رو میشنوم، شما خیلی کامل و صریح دارید صحبت میکنید. حالا من یک سوالی دارم، این موارد که شما فرمودید، خب خیلی نفت تو دنیا الان روی کشتی‌ها ذخیره شده، قیمت نفت هم الان داره محدوده 36 دلار رو داره میبینه، الحمدلله نفتکش‌های ایرانی هم حالا جدا از اون قلوری‌های آمریکا به هر حال به سرمنزل مقصود رسید، اما اون ریسک ژئوپلیتیک نفت هم تا حدودی میتونیم بگیم مرتفع شده. ما چه انتظاری از قیمت نفت میتونیم داشته باشیم تو آینده نزدیک؟ اونس جهانی طلا رو به چه ترتیب میبینید؟ مس، بلیت و سنگ آهن رو آیندهش رو چگونه دارید میبینید؟ به هر حال خیلی از این سهامایی که مرتبط به این کالا هستش، 80% بازار سرمایه ما کامودیتی بیسه، تو بازار سرمایه این روزها منفی هستن. میخوام ببینم ارزیابی شما از قیمت‌های جهانی این کالاها به چه ترتیبی است. یک اتفاق خوبی افتاده، اینکه موتور محرک چین راه افتاده. چین به عنوان بزرگترین متقاضی مواد اولیه در دنیا، وقتی 95% شرکت‌های بزرگ چینی به مدار تولید برمیگردن، یعنی اتفاق خوبی در سمت عرضه میتونه شکل بگیره. اما یه گزاره مهمی این وسط وجود داره که
کشورهای دیگه همسو با چین نمیتونن تکون بخورن. یعنی الان اتفاقی که افتاده، اگر که اروپا رو به عنوان یک مبدع خیلی، به عنوان یک مقصد خیلی مهم در ری اکسپورت چین در نظر بگیریم، واقعا اروپا دستهاش بالاست. همین الان منتظرن که فردا یک بسته حمایتی تحت عنوان بسته حمایتی فرانسه و آلمان رونمایی بشه، برای اینکه اروپا کاملا شده دو قطبی، یک سری از کشورهای متمول در کنار یک سری از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی و حتی روابط سیاسی و مدیریتی ضعیفن و باید کشورهای قدرتمند جور کشورهای ضعیف رو بکشن، که این خطر وجود داره. اگه این اتفاق نیفته شاید فروپاشی اتحادیه اروپا رو ببینیم. این یک زنگ خطر بزرگ. در مورد آمریکا، بله، تمامی ایالات آمریکا گویا قرار این هفته و هفته آینده از لاکداون خارج بشن، از قرنطینه خارج بشن و برگردن به فرآیند تولید. میتونه خبر خوبی باشه. میدونیم ترامپ هم با اون قلدری خاص خودش گفته که من دیگه نمیرم سراغ قرنطینه، ولی همین دیروز جامعه پزشکی یک بخشنامه داده بود، یعنی یک گروهی از دانشمندان، که بهتر سیاست بعدی قرنطینه به این صورت باشه که 50 روز کار 30 روز تعطیلی. بله. جناب تهانی، با این الگوریتم ها نمیشه اقتصاد رو ریکاور کرد. با این الگوریتم ها هر چقدر هم طرف چین سمت عرض قدرتمند باشه، طرف تقاضا کاملا داره میخوابه. یعنی این سیاست فاصله گذاری اجتماعی، این سیاست کنترل مرزها، ناخودآگاه میتونه منجر به این بشه که شما اون فرایند سیکلوار صادراتتون به وقفه بیفته و احتمالاً ما رو قیمت کل کامودیتی ها، یعنی شما فرض کنید شاخص جی سی آی، گلدمن ساکس کامودیتی ایندکس رو بخوایم بررسی بکنیم، این شاخص ها نمیتونن شارپ برگردن. یعنی ما ریکاور شدن شارپلی رو و به صورت خیلی سریع رو در اقتصادها نخواهیم داشت. تا الان بحث این بود که کوارتر دوم سال 2020 نرخ‌های رشد منفیه و سال و کوارتر سوم یا فصل سوم این نرخ‌ها ریکاور میشه. الان بحث اینه که اصلا صحبت از ریکاوری در کوارتر سوم هم نکنیم. پس توی یک همچین شرایطی نفت اگر که رشد داشته به خاطر پایبندی ورای انتظاری بوده که از اوپک و اوپک پلاس، چون ما میدونستیم همیشه تو این موارد یک سری ناهماهنگی از سمت کشورهای اوپک و اوپک پلاس پیش می اومده که این بار استثنا هم پیش نیومد. پس این یک محرک مثبت بوده برای نفت. از اون طرف خب میدونیم چین دوباره اون درخواست به قول معروف انبار نفتش رسیده به اون ظرفیت قبل از کرونا و همه اینها خبرهای خوبیه برای نفت. ولی اینکه ما فکر بکنیم کانال نفت، مثلا شما نفت وست تگزاس اینترمدییت رو اگه نگاه بکنید، یک گپ بین 35 تا 40 دلاری داره. بله. از منظر تکنیک تا اون گپ پر نشه نمیشه اوتلوک بالاتر از اون اعداد رو براش دید. یعنی خیلی باید خوشبین باشیم که فکر بکنیم سناریوهای نفت، یا باید خیلی فضایی فکر بکنیم که سناریوهای قیمت نفت در سال 2020 میتونه حتی نزدیک به سال 2019 برسه. این اقتصاد ضربه خورده، این اقتصاد ضربه مهلکی خورده. پس با این حساب میتونیم بگیم آقای شیبانی مثلا نهایت قیمت نفت میتونه تو این اعداد باشه، یا ما باید منتظر اعداد پایین تر باشیم؟ فقط اگر صریح و کوتاه به دلیل ضیق وقتمون پاسخ بدید ممنون میشم. من اینطوری بگم خدمتتون، اوتلوک رو بکنیم 3 ماه، بازارها کاملا دارن درجا میزنن و ما احتمالاً این رفتار سایدوی رو در قیمت نفت خواهیم داشت. در مورد سنگ آهن این نکته رو بگم خدمتتون، استرالیا و چین با هم درگیری شدیدی دارن سر بحث اینکه استرالیا پشت آمریکا وایستاده در مورد اینکه چین شفاف سازی نکرده در مورد کرونا. وقتی حزب کمونیست چین کانگوروهای بزرگ استرالیا رو به سگهای آمریکا داره خطاب میکنه، یعنی این داستان داستان ادامه داریه. و وقتی که صادرات سنگ آهن استرالیا با تعرفه همراه بشه یا با مشکلاتی همراه بشه، احتمال زیاد این که این قیمت ها هم ریکاور شدنشون خیلی سخت میشه و ما توی همین اعداد احتمالا قیمت حالا سنگ آهن یا مصر رو خواهیم دید. در مورد طلا هم خیلی مختصر خدمتتون بگم، طلا یک عنصر دوال فانکشنه. در نبود تورم در اقتصادها ما نیازی به خرید یک دارایی مثل طلا که هزینه استوریج و هزینه سواپ داره نداریم. ولی در شرایطی که دنیای خطرناکیه، تنش توی دنیا زیاده، ما کماکان طلا رو جذاب می‌بینیم. مگر اینکه یک فنر زیر طلا، یک واکسن مثل اون کاری که شرکت گیلیاد کرد، مثل اون کاری که شرکت مدرنا کرد، که یک دارویی بدن
و این دارو تاییدیه FDA رو بگیره و سازمان بهداشت جهانی هم تاییدش بکنه، در اون صورت ما طلا رو ریزشی میبینیم، ریزش خیلی شدید جناب تهانی. ولی در شرایط فعلی اتمسفری که الان بر بازار حاکمه، احتمالا ما اعداد بالای 1700 دلار رو در اونس جهانی خواهیم. خیلی ممنون شیبانی، خیلی دوست داریم هر زمان که با شما من صحبت میکنم خیلی بیشتر دوست دارم بشینم پای صحبت‌های شما، و شما اینقدر اطلاعات دارید که سعی میکنید خیلی مبسوط هم صحبت بکنید. به هر حال در واقع ما رو ببخشید که وقتمون کم هستش و خیلی نمیتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی منت گذاشتید سر ما که در گفتگوی ما شرکت کردید. ان شاء الله روز خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با جناب آقای حسین شیبانی که علی‌رغم جوانیشون تجربه خوبی هم در بازارهای بین‌المللی دارن و هم در اقتصاد ایران دستی بر آتش دارن، عضو محترم مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد.